سلام. دیگه شما میدونید که زندگی من شبیه زندگی آلیسه، اما تو سرزمین کاغذ و تا. تو دنیای من همه چی با کاغذ تعریف میشه. البته دنیای من و شما خیلی با هم تفاوت نداره. برای همین میخوام دوباره از زندگی براتون بگم، اما این بار داستانم واقعیه. تا قبل از 13 سالگی تو خونه منو سیاه صدا میکردن. دایی بزرگم این که من ناراحت نشم به هم میگفت شکوفه درخت زغال. آخه من خیلی سبزه بودم، مثل خیلی از دخترهای دیگه که واسه خودشون ذوق میکنم میرفتم جلو آینه واسه صورتی که داشتم ذوق میکردم. تا اینکه یه روز یه لک بزرگ سفید افتاد روی صورتم و اون شد گره ای تو کاغذ زندگی. بیماری من درد نداشت، اما غم داشت. غم بغض نگاه پدرم، از اینکه نگران بود نکنه این لکای سفید تأثیر بذاره توی آیندم اونو سیاه کنه. غم ناراحتی خواهرم، نگرانی مادرم، از نگاه های پرترحم آدم ها، سوالای تکراریشون. بیماریش واگیر داره؟ درمانش چیه؟ درمان نداره؟ غم داروهای بی اثر، درمانای بی فایده. همین غما باعث شد تا اون گره تبدیل بشه به یک کلاف سردرگم. حالا انتخاب با من بود، کلاف رو نگه دارم و متنفر بشم از خودم و صورتم، یا اینکه عادت کنم به این صورت پر از لک. من تصمیمم رو گرفتم، با اینکه سخت بود اما تحمل کردم فشارها رو. لبخند زدم به عشق همه اونه که منو با همین تفاوت پذیرفتن. لبخند زدم تا خانوادم باور کنن که من با لکای صورتم، با موژه و ابروی سفید شدم کنار اومدم و دیگه قصه نمیخورم. لبخند زدم و اون موقع اون گره رو تبدیل کردم به یک ستاره که بشه چراغ راهم. حالا که فهمیدم با لبخند میتونم راهم رو روشن کنم، باید زندگیمو بسازم. نباید خودم رو از جمع و حذف کنم. برای همین رفتم کلاس های مختلف، نقاشی، خوشنویسی، ژیمناستیک، سفال، تراش سنگ. اون موقع مدرسه هم تقریبا تموم شده بود. دانشگاه هم رفتم و دانشگاه هم تموم شد و فهمیدم باید هدفی مشخص کنم. آخه هدف به زندگی انگیزه میده. برای همین هدفم رو شبیه یک کوه تو ذهنم تصور کردم. برای رسیدن به قله باید تلاش میکردم، برنامه ریزی میکردم و خوب تمرکز میکردم. نباید میذاشتم فکر صورتم ذهنم رو مشغول کنه، اما نمیشد. رفتار آدم ها تغییر نکرده بود. هنوزم تو خیابون، تو اتوبوس، تو اداره ها عجیب نگاه میکردن. من باید یه کاری میکردم، باید تغییری ایجاد میکردم. آره، با خودم تصمیم گرفتم که از این به بعد اگر کسی تو خیابون منو با تعجب نگاه کرد، برم جلو بهش لبخند بزنم، براش از مریضیم بگم، براش توضیح بدم که این بیماری واگیردار نیست. باید این کارو میکردم. خوب شد، هم برای من خوب شد هم برای جامعه، اطلاعاتشون رفت بالا. لازم بود که متمرکز بشم رو کارم. آخه کار من شوخی نبود، تازه شروع شده بود، باید براش وقت میذاشتم. قدم به قدم، با آرامش، بدون عجله کارم رو پیش بردم. یه جایی تو مسیر متوجه کسی شدم، شاهزاده‌ای با اسب سفید.
مجید رو میگم، همسرم. مجید که اومد اوضاع خیلی فرق کرد، ولی بازم اون فکر با من بود، لکای صورت همون چیکار کنم. این بار یه فرق دیگه کرده بود. این بار مجید از من خواست که بهشون فکر نکنم. همین شد انگیزم. بهم گفت به مسیرت ادامه بده. پیش رفتم. قله نزدیک بود. ادامه دادم. خیلی عجیب بود. یهو متوجه شدم لکای سفید دارن بیشتر و بیشتر میشن. صورتم، دستم. چه اتفاقی افتاده بود نمیدونم. فقط اون مهمون ناخونده بعد از 12 سال داشت میشد صابخونه. من داشتم کم کم سفید و سفیدتر میشدم، تا اینکه کل بدنم سفید شد. نباید بهش فکر کنم، چون به مجید قول دادم که فقط به هدفم بپردازم. قول دیگه کف دستمه، راهی نمونده. چه حال خوبی، چه ذوقی، شادی غیر قابل توصیف. با امید به مسیرم ادامه میدم. اما درست تو همون لحظه اوج کارم اتفاقی افتاد که انتظارشو نداشتم. یه فشار مالی، ناروی رفیق، از هم پاشیدن تیم، حسایی که قبلا تجربهشون نکرده بودن، ناامیدی، بی‌اعتمادی، خشم، نفرت. دیگه چی کار کنم با این کاغذ مچاله؟ مگه میشه با این کاغذ له شده چیزی ساخت؟ دیگه به کی اعتماد کنم؟ با چه انگیزه ادامه بدم؟ اصلا هدفم یادم رفته بود. تو همون شلوغی ذهنم فقط صدای مجید رو میشنیدم که میگفت کاغذتو ببین، صبور باش، زندگی تو مشت توه. کاغذمو که دیدم یادم اومد. من یه بار غم رو به شادی، گره رو به ستاره تبدیل کردم. یادم اومد، لبخند زدم، بلند شدم، لبخند زدم. اون موقع بود که فهمیدم باید سختی ها رو تحمل می کردم، باید غم ها رو تحمل می کردم تا برسم به قله و گلم رو به دست بیارم. حالا که رسیدم به قله و هدفم رو به دست آوردم، نباید فراموش کنم که دنیا پر از حسه، غم، شادی، خشم. برای اینکه یادم نره یه کاری کردم، اومدم و برای هر حسی یه رنگی در نظر گرفتم. مثلا زرد. تو دنیای من زرد شد رنگ هیجان یا خشم. خشم برای من تیره است. با خشمم که نمیشه چیزی ساخت. تو دنیای من شادی به رنگ سبزه. البته من میدونم، شما هم میدونید که شادی پایدار نیست. من باور کردم که زندگی شبیه یه چرخه است. چرخه پر از رنگ، پر از حس. چرخه‌ای که دائما در حال چرخشه و قرار نیست هیچ وقت روی یک رنگ یا روی یک حس ثابت بمونه. دنیا رو نه غم، نه شادی، نه خشم به تنهایی در بر نگرفته.
همه این حسا میان و میرن. پس دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. خانم بهرانونوی ما بعضی وقتا میتونیم از یه دانه سیب صحبت بکنیم و بگیم آخر سر یه دونه سیب خوشگل قرمز آبدار میشه. گاهی اوقات میتونیم اون سیبه رو قشنگ نشون بدیم. بنابراین من تو اجرای شما دنبال هیجان عجیب غریبی نیستم. این استعداد از جنس آرامشه، همین سیب قرمز خوشگل آبداری که شما مستقیما به ما هدیه دادید و الان مزه‌اش در زبونم. ممنون. آریان من یه صحبتی با امین بکنم یه درسته. چرا؟ چه خبر؟ نزنی آقا. او بذار نظرشو بده. نه میدونم، من دارم میزنم. اون کاغذی یادت تو دستمون بود همیشه له شد چند بار؟ بله چند بار له شد؟ همین تو اصلا تحت تاثیر قرار نگرفتی؟ چرا؟ خب ببینید من اجرای قبلشون رو با اجرای الان مقایسه میکنم. من مقایسه که میکنم برای اینه که باشگاه مهارتشون رفتن و طراحی شده روی کارشون و مسلما ما باید توقع یه اجرای متفاوتی با اجرای قبلشون داشته باشیم و تقریبا هم یک پیام مشابه که آرامش و صبوری و میدونی چی میگم؟ منظور اینه که من تفاوت دوست داشتم، میخواستم ببینم یه کار، یک شاید یک نمایش متفاوتی با حالا کار اوریگامی برامون انجام میدین. امین در مقایسه با حالا فکر کنم من دارم راجع به بخشی از اجرا حرف میزنم که فصل قبل با هم دیگه دیدیم، کسی که اصلا ممان مجری اینجا اومده. بله. فارغ از اوریگامی، قصه و پیامی که نکته ایشون داشت کاملا واقعی بود و مبتنی بر زندگیشون بود، اجرای خانم بهرانونوی به دلت نشست؟ به نظرم با اختلاف از خیلی از اجرا قبلشون هم دوست داشتم. من نمیگم اجراشون مشکل داشته، من میگم اجرا شبیه اجرای قبلی. همین نقاش الان اینه. حالا فقط اوریگامی نیست، بحث چندین احوال در وجود ایشون، در اجرای ایشون وجود داره. یکی اوریگامیه، یکی حال شخصی خودشه، یکی هم بود اجراست و این واقعیتیه که در الان من چیکار رو بکنم؟ تو اینجا بایی سیده الان من چیکار رو بکنم؟ حالت خوبه. چرا به زوب؟ حسلت سر رفت. الان من چیکار رو بکنم؟ آخه الان خب من یه نکته توضیح بدم قبل از اینکه بقیه داور رو صحبت کنن. این اوریگامی که ای ما داریم تکرار میکنی در فصل قبل توضیح دادن خانم بهرالون مفصل، یک لغت ژاپنیه. فهم می‌کنم اوری یعنی تا کردن، گامی یعنی کاغذ، معنیش یعنی تا کردن کاغذ، که خانم بهرالعلومی و همسر محترمشون هم که اونجا حضور دارن اصلا کارشون همینه. من فکر می‌کنم بین بیشمار شرکت کننده ای که به هر حال نوع کارشون اینه که در ایجاد هیجان گوی سبقت از هم بروبان، کسی که با دعوت به آرامش به روی صحنه میاد کار بسیار سختی داره. واقعا ممنونم. بفرمایید نظراتشون رو گفتن داورا. من روز اولی که اومدم عصر جدید واقعا فکر میکردم تنها مهارتی که تو زندگیم دارم همین تا زدن کاغذه. بعد برنامه که پخش شد فهمیدم مثل اینکه استعداد تو اجرا دارم. ما چجوری داریم؟ بله ماشاءالله. بعد واسه خودم این گفتم زهره تو اولین نفری هستی که روی صحنه عصر جدید استعداد تو کشف کردی. هی با خیال خوش بودم. واقعا فکر نمیکردم دفعه دومی تو کار باشه، چون اوریگامی رو نمیشه، شکل جذابترش رو نمیشه رو صحنه کمتر از 20 دقیقه زمان گذاشت و چیز جذابی رو شما با رأی مردم اومدید این مرحله. و جالبه که بیش از 1,000,000 نفر بهشون رأی دادن. خیلی رأی عجیبی ها. عجیب. واقعا این همچین اجرایی بهشون میده مردم یه کاری بکنی و رأی بگیری. آره دنبال آرامش هم اجرای خانم بهرالعلومی اون فصل قبل تقریبا نزدیک 6 صبح بود یادتونه؟ بله. نصف تماشاگر دیگه خوابیدن با صدای ایشون. اوریگامی گامی گامی رفتن همه. اسم این بیماری چیه خانم؟ لکوپیس ویتیلیگو برس. آها. بله. حالا میگم اصلا نمیدونم چی شد که چون من داروامو قطع کردم اصلا دیگه هیچ درمانی انجام ندادم، بعد یهو سفید شد. یعنی من خوب نشدم.
کل بیماری، یعنی بدن من کل بیماری رو گرفته. من توی صفحه شخصیم یه عکس کارتونی از این بیماری داشتم و چقدر پیام داشتم. عکس رو میخواییم پخش کنیم؟ میخواییم ببینیم یا نه؟ هر طور صلاح میدونیم. ببینیم که فکر نکنیم مثلا شما. آها. خب الان رفته اینا الان؟ من صفت. بله اون زمان که صورتی بود بخواییم که دارو استفاده میکردم لکاس سفید صورتی شده. آها. بعد دیگه کم کم سفید شد. این لبخنده قشنگ شما انگار لبخندتون یه تاف زدین نگه داشتین ها. دیگه شده جزو شخصیت ها. اینجا دیگه خیلی بیشتر شده انگار. آقا واقعا ولی این عکس ها رو گذاشتن در معرض دید عموم که هیچ چیز عجیبی هم نیست. من واقعا فکر میکنم یه تشویق اساسی نیاز دارم. واقعا واقعا. ای کاش از این اجرا این کسایی که الان دوچار برس و ویتیلیگو یا لکوپیس هستن باور کنن که این فقط یه تفاوته، ازش بگذرن، خودشونو که نگاه میکنن کیف کنن از دیدن خودشون. یه روز صبح که از خواب بلند شدم دیدم رو دستم پر از شکوفه است. ما با بیماریم کیف کردم، ما با هم زندگی کردیم. یعنی گیاه داشت روش میکرد چیزی؟ لکای سفیدی روی لکا شده رو چبی شکوفه. آره نه اصلا شکوفه میدیدمشون. بعد مجید اینقدر موثر بود در زندگی شما؟ مجید دقیقا تو اوج بیماری من اومد. بعد من همش این نگرانی داشتم نکنه نمیدونه این میمونه با من، فکر میکنه میره، ولی مجید موند اون رفت. خب مجید آقا اجازه میدین مجید بیا داره. آره به افتخار آقا مجید. مجید جان بیا. واقعا مجید جان دل بندم. خیلی خوش اومدی، خیلی از شما تعریف کردن خانمتون و توی مهمترین نقطه عطف زندگیشون که داشتن تعریف میکردن از تو اسم بردن و حضورت و تأثیرت و آرامشت در زندگی خانومت. این که اوریگامی شغل تو هم شد پیشنهاد خانوم بود یا علاقه خودت هم بود؟ دوتایی دارین کاغذ تا میکنین و پول در میارید. در حال هم پیشنهاد بود هم فکر خودم هم بود، یعنی لازم دیدم که باید یه کمکی بکنم تو این مسیر، یعنی بخواد یکی و تنها این مسیر رو داشته باشه و ادامه بده واقعا مؤثر نمیشه اون هدفی که من به نظرمون هست. رفیقای پسرت مطلق نمیدازم مجید کار زنونه چیه؟ برو گلوزی هم بکن دیگه. نمیگن؟ راستش رو بخوایم ما خانواده هامون هم مخالف کاری هستن که انجام میدیم. و دوستات چی میگن؟ برو سر اصل مطلب. نه واقعیتش این نیستش. مثلا هممون یه آرزوهایی داریم دیگه. فکر میکنی با اوریگامی میتونی با آرزوات برسی با کاغذ تا کردن؟ شاید اون آرزوهای مادی که هممون مد نظرمون هستش شاید ما خیلی دیر بهش برسیم یا شاید اصلا محقق نشه، ولی اتفاقی که برامون میفته اینه که حالمون خوبه، آرامش داریم، دغدغه‌های مالی که این روزها وجود داره رو ماها نداریم، اصلا بی خیالشیم، یعنی فکر اینه نمی کنیم که سر ماه داره میشه، اجاره داریم و خانم شما رو هم بیننده های ما خیلی راجبشون نمی گفتن، هم داورامون تماشاگرامون که خیلی آرومن، خیلی لحن آرامش بخشی دارن. تو زندگی هم واقعا این شکلیه؟ نه چون تمرین این لبخنده رو کرده اینطوریه. تهدیدش کرد میگه بگو. آره تهدیدش کرد. من علاوه نمیشه پنت نمیکنه رو بند مثلا گرت بزنه اینا؟ نه به هر حال نمیکنه تا نمیزنه تو. راست میگه، تخصص هم داره. تخصص تا کردن داره. سوال امیر جواب بده، هر از گاهی شما رو جای کاغذ تا نمیزنه؟ نه. احسان به نظرم این زوج برای ما استعداد زیستن و انتخاب کردن و عشق ورزیدن هم یه بار روی صحنه نمایش دادن. ما استعداد زندگی رو خیلی ها فراموش کردیم، از زندگیمون داریم یه جور عجیب غریب استفاده میکنیم که تعبیر تلخش اینه که خیلی بدتر از مرگ برای بعضیا. نکته جذاب اینه که یه زن و شوهر دوست داشتنی واقعا به معنی واقعی کلمه دارن با تا کردن کاغذ زندگی میکنن. این جمله خود خانم بهرالومیه. ولی فکر کنم نکته نگران کننده اینه که الان خیلی کاغذ داره گرون میشه. فکر کنم باید به دستمال مراجعه کنیم یواش یواش دیگه. اونم گرونه یعنی. ولی شما هم با 4 چراغ روشن و رأی نهایی امین با پا در میونه آریا عظیمی نژاد در فینال امشب ما هستید خانم. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. همین کاغذ هاست؟ بله فقط کاغذه. تیغ نداره؟ تیغ کاغذی؟ نه اینا فقط چون چند تا تیکه است به هم
بس شدم اگر تو ساختش چسب نداره. همش کاغذ این گل. همش کاغذ. چقدر زیبا. خیلی ممنون ازتون. چقدر عزیز این گل. زنده باشی. امیدوارم واقعا به یاد همین احوالی که برای ما ساختین حداقل من بتونم حد اکثر زندگی هر چقدر که هست رو لبخند بزنم. واقعا آرزو میکنم. دست شما درد نکنه. درسته ما در قالب یه اجرا داریم اینو میبینیم، ولی واقعا این بزرگترین راز زندگیه که اتفاقات بد رو بتونیم به تبدیل به اتفاقات خوب بکنیم. خیلی ممنونم از شما. بفرمایید برای فینال میبینیمتون. باید بفرمایید.